جناب آقای مستاری، امروز دومین روز از سری دفاعیات حمید نوری هست و وکلاش با یک سری تنابزهایی که به رغم خودشون از در واقع مطالبی که عنوان شده، هم مصاحبه ها و هم در واقع اسنادی که وجود داره، کتاب ها و لیست اسامی اعدام شده ها شروع کردن، به کتاب شما هم اشاره کردن که مشخصا در واقع روایت آقای اصغر مهدی‌زاده بود که گفته بودیم در واقع متناقضه. میتونید در این باره برای ما توضیح بدیم بیشتر؟ ببین، من 18 سال پیش در کتابم جلد سوم کتاب نزیستن نمر که اسمش از دمشقای نارام، اونجا اشاره کردم به همه این موارد. ببینید، من تاکید کردم که کشتار 67 در تهران فقط و فقط از طریق دار زدن صورت گرفته و تاکید کردم موارد دیگه از دادن دوغ، نمیدونم سیانور، نارنجک انداختن، نمیدونم تیرباران یا انواع اقسام مواردی که نوشته بود، اینها واقعی نیست و اینها میتونه بعدا تولید مشکل کنه. یک بخش از کتاب من به این مسئله اشاره شده. یک بخش از کتاب من در ارتباط با اسامیه و اینکه در لیست های مختلف چگونه اسامی به اشتباه اومده، چگونه اطلاعات نادرست اومده و بارها در طی 18 سال گذشته درخواست کردم، خواهش کردم، تمنا کردم کسانی که این لیست ها رو تهیه کردن در صدد تصحیح اونا بر بیان، چون در امر دادخواهی میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. متاسفانه کوچکترین اهمیتی به این موضوع داده نشد و دائم هم فقط یک نوع پروپاگاندای زشت و کثیفی رو پیگیری میکردم، مبنی بر اینکه بله ایرج مستاقی فکر میکنه همه چی رو خودش میدونه یا در واقع او دانای کل است، در حالی که کاملا مشخص بود با ساده ترین مقایسه‌ای که صورت بگیره مشخص بشه که اینها نادرسته. مسئله بعدی که باید بهش توجه کنیم محل ادامه. من بارها در همون کتاب هم راجع به این مسئله توضیح دادم در طور موضوع خود لیست ها. بنابراین اما اینو باید توجه داشته باشیم که با توجه به مشکلاتی که در سال 67 و یک کشتار مخفیانه‌ای که در اوین و گوهردشت صورت گرفته میتونه اشکالاتی رو ایجاد کرده باشه و میتونه بماند که به خانواده ها اطلاعات نادرستی راجع به تاریخ اعدام داده شده بوده. طبیعی است که خانواده وقتی که بهش گفته باشه فرزندتون 10 مهر یا در آبان یا در آذر اعدام شده، اونها چنین تاریخی رو به مراکز بین المللی خواهند گفت یا وارد لیست ها خواهد شد. بنابراین این چیز عجیبی نیست و این رو حتما که مقامات دادگاه در نظر میگیرد، به ویژه که باید توجه کنیم که برای هر مورد شاهدینی وجود داره. شاهدین تاکید میکنن که مثلا مجید ایوانی رو در گوهردشت دیدن، مثلا مجید ایوانی بله 6 ماه قبل از اوین به گوهردشت اومده، میتونه این مشکلات ایجاد بشه، یا برعکسش. همه این موارد طبیعیه. در ارتباط با موضوع آقای اصغر مهدی‌زاده قبلا این هشدار داده شده بود، من 18 سال قبل توصیه دادم و در کتاب من اومده. طبیعی است که پیدا میکنن و طبیعی است که پیگیری میکنن سر این موضوع به این مهمی. معلومه این من در کتابم توضیح دادم که این گزارش مربوط هست به آقای محمد رضا جوشقانی، ایشون از نزدیک میشناسمش، باهاش هم‌بند بودم و اونجا هم تاکید میکنه که از اوین 6 ماه قبلش اومده. و بعد خب آقای جون جوشقانی، ایشون بعدا دیگه با مجاهدین نبودن، از 6 سال قبل این موضوع انتقال داده شده به آقای مهدی‌زاده و خب اینو مشخصه که مقامات رژیم و مقامات یا وکلا اینها رو راستی آزمایی میکنن. بماند که خانم دلجو آبادی هم گزارش این رو به هم دادگاه، هم به وکلا، هم به دادستان داده بودند و به این مسئله اشاره کرده بودند که چند خط اول گزارش قبلی رو تغییر دادن و آقای مهدی‌زاده اومده. متاسفانه در میان این همه شاهدی که مجاهدین داشتن و شاهدهای بسیار بسیار اصیلی بودن مثل آقای آزادعلی حاجی‌نوری و آقای مجتبی افگر، خب اجازه ندادن توی این کیس بیان، یا حتی در خارج از کشور شاهدهای دیگه‌ای وجود داشتن که من خودم اسامیشون رو به دادستان دادم و حتی در خود آلبانی اکبر شفقت هست و افراد دیگه‌ای که میتونستن این کیس رو تقویت کنن. مطمئنا موارد دیگه‌ای رو هم اینا اشاره بهش خواهند کرد و میدونیم که اونها کیس‌های بسیار بسیار مهمی بودن و واقعا کیس‌های اصیلی بودن و نیازی نبود که به این موارد و این داستان‌پردازی‌ها اشاره بشه.
درجه که بتونن اینا به سادگی روش سوار بشن. مجاهدین به خوبی میدونستن در کتاب من موضوع نقد شده، مجاهدین اطلاع دقیق داشتن که این موارد و موارد دیگه مورد نقد قرار گرفته و حتما ازش استفاده میشه. اونا به عمد این آدم ها رو آوردن، اونا به عمد این روایت های نادرست رو آوردن که کیس رو مخدوش کنن. هدف اونها محکومیت حمید نوری نیست، هدف اونها مخدوش کردن کیس و مخدوش کردن موضوع دادخواهی است. این چیزیست که ما ایستادیم برای اینکه حق مردم اونها و حق دادخواهان رو از گلوی اینها بیرون بیاریم. یک موضوعی که خیلی برجسته هست در این میان آقای مصداقی، مخفی بودن و در واقع سری بودن این اعدام‌های سال 67 هست. تا چه اندازه این موضوع به این تناقض‌ها دامن زده؟ خب می‌دونیم که خیلی وقتا خانواده‌ها اطلاع دقیق نداشتن از موضوع. بله کاملا، خانواده‌ها حق با خانواده‌هاست. خانواده‌ای که پریشانه، خانواده‌ای که خبری از عزیزش نداره، خانواده‌ای که یه روز اون رو تو گوهردشت دیده، یه روز تو توی اوین دیده و بعد در موقعی که می‌خوان توضیح بدن می‌تونن به موضوعات اوین اشاره کنن، به موضوعات گوهردشت اشاره کنن و اینها تداخل‌هایی هم گاهی اوقات ایجاد بکنه. مطلقاً خانواده‌ها در این میان مقصر نیستن، طبیعی است و اطلاعات نادرستی که خود رژیم به خانواده‌ها داده. رژیم به خانواده گفته مه، گفته آبان، گفته آذر. خانواده چی بیاد بگه این وسط؟ اینه که نه، از نظر من خانواده‌ها حق دارن و مطلقاً کوچکترین تأثیری به عهده اونها نیست. اینها سیاه‌کاری رژیم هستش. خیلی از شما سپاسگزارم.